تصاویر انیمیشن آب شما رو یاد کدوم یک از آرزوهاتون میندازه؟ اینکه بیشتر ماها در کودکی آرزو میکردیم یا فضا نورد بشیم یا حداقل بتونیم به فضا سفر کنیم. حالا امروز شما میتونید به عنوان توریست و با پرداخت 125,000 دلار به فضا سفر کنید. یک شرکت به نام اسپیس پرسپکتیو پیش فروش بلیط‌های خودش رو آغاز کرده و اگه همه چیز به درستی پیش بره، سفر به فضا برای آدم‌های معمولی دیگه یک آرزو نیست. اما شرکت اسپیس پرسپکتیو باید با رقبای قدرتمند دیگه چون اسپیس ایکس ایلان ماسک و ویرجین گالکتیک ریچارد برانسون و بلو اوریجین جف بزوس میلیاردر مشهور در صنعت توریسم فضایی رقابت کنه. در حال حاضر حدود 700 نفر بلیت شرکت ویرجین گالکتیک رو برای 6 دقیقه بی‌وزنی با هزینه 250,000 دلار رزرو کردن، در صورتی که سفر با اسپیس پرسپکتیو با نصف این هزینه امکان پذیره با زمانی حدود 6 ساعت، البته نه در بی‌وزنی صفر. اسپیس ایکس هم هنوز بلیتی برای سفر فضایی خودش نفروخته، اما مبلغی بالغ بر 50 میلیون دلار برآورده هزینه برای یک سفر چند هفته‌ای و با 7 نفر مسافر رو برای این سفینه در نظر گرفتن. در هر صورت با این هزینه‌های سرسام‌آور میشه متوجه شد که ایلان ماسک هدف برنامه‌های فضایی خودش رو روی توریسم فضایی متمرکز نکرده. جالب اینجاست که روز یک شنبه 20 تیر ماه تیم گالکتیک ریچارد برانسون قصد دارن فضاپیمای خودشون رو به فضا بفرستن و اگه آقای برانسون بتونه روز یک شنبه به فضا بره، تونسته در صنعت توریست فضایی از رقیب خود جف بزوس مؤسس آمازون پیشی بگیره. جف بزوس میلیاردر آمریکایی که قصد یک سفر توریستی به فضا رو داره اعلام کرده که 29 تیر ماه از طریق شرکت فضایی خود بلو اوریجین به فضا میره. 3 نفر اون رو در این سفر همراهی میکنن. برادرش مارک و مهمان افتخاری این سفر والی فانک، یک زن خلبان 82 ساله که در دهه 1960 میلادی آموزش‌های فضانوردی دیده اما هرگز به فضا سفر نکرده. البته صنعت توریسم فضایی قطعاً برای همه افراد در دسترس نخواهد بود. ایمنی و سلامتی مسافران قبل از سفر همچنان یک موضوع مهم در این صنعته. موضوعاتی چون سلامتی جسمی مسافران، پرتوهای مضری که در فضا وجود داره و خطر برخورد شهاب‌سنگ‌ها از مسائلی هستند که همچنان مطرحه و این صنعت رو با چالش‌های فراوانی روبرو کرده.